وایس لو رفته از جلسه خصوصی پزشکیان با سران رسانه‌های آمریکایی و تکسی به این ماجرا و درد سرساز شدنش. با ما همراه باشید، وایس کامل رو گوش میدیم و حواشیش رو مرور میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. بعد از این جلسه خیلی از رسانه ها تیترهایی رو از صحبت های پزشکیان در این اجلاس و نشست منتشر کرده بودن که توسط تیم پزشکیان همشون تکذیب شد. مهمترین موردی که از صحبت های پزشکیان باز نشد ماجرای این بودش که پزشکیان توی صحبتاش گفته بود ما حاضر هستیم تمام سلاح و تسلیحاتمون رو کنار بذاریم، فقط به این شرط که اسرائیل هم این کار رو بکنه و جنگ برای همیشه در منطقه به پایان برسه. بعد از این صحبت‌ها و بازنشش توی رسانه‌های مختلف، عراقچی وزیر امور خارجه این صحبت‌ها رو به کل تکذیب کرد و گفتش که پزشکیان اصلاً همچین صحبت‌هایی رو در نشست انجام نداد. ولی با پخش شدن وایس لو رفته از این نشست مشخص شدش که دقیقاً پزشکیانی صحبت‌ها رو انجام داده و عراقچی سعی در انحراف افکار عمومی در جهت پاک کردن این صحبت‌هایی که پزشکیان انجام داده داشت. بر اساس فایل صوتی که در نشست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در کنار شماری از نمایندگان رسانه‌های آمریکایی که نسخه‌ای از اون در شبکه‌های اجتماعی خیلی وایرال شده، در این نشست گفته بودش که جمهوری اسلامی آماده است که همه سلاح‌های خود رو برای همیشه کنار بذاره، فقط به این شرط که اسرائیل هم چنین کاری رو انجام بده. مسعود پزشکیان گفت ما آماده ایم تمام سلاح‌های خودمون رو زمین بزنیم، به شرط اون که اسرائیلی‌ها هم سلاح‌های خود رو کنار بذارن و یه سازمان بین‌المللی بیاد و در منطقه امنیت رو فراهم بکنه. اصلا به اونها هم نیاز نیست و ما خودمون بلدیم امنیت خودمون رو تامین بکنیم. او در بخش دیگه ای از پاسخ به پرسشی در مورد ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین این موضوع رو رد کرد و گفت چرا به جای گفتگو باید یکدیگر رو بکشیم. پزشکیان افسود تروریست تروریست است، چه عرب باشد، چه عجم و چه فارس، چه اسرائیل باشد، چه آمریکا، چه ایران، اگر ترور کرد تروریست است. اما نه اینکه اگر یک طرف ترور کرد بگوییم از خود دفاع میکند و طرف دیگر هر کاری که بکند بگوییم او تروریست است. او در خطاب به نمایندگان رسانه‌های آمریکایی که در این جلسه حاضر بودند این گفتش که این کلیت حرف ماست، حالا شما هر طور میخواهید اون رو منتشر بکنید، بیایید کمک کنیم که کاری کنیم که نجنگیم، چیزی را که میتونیم با گفتگو حل بکنیم با موشک و اسلحه حل نکنیم. پزشکیان افسود بیایید کمک کنید دنیا در صلح و امنیت باشه، ما آماده ایم، ما نمیخواییم به جنگیم، اما به خاک هیچ کشوری هم نداریم و دنبال اختلال در هیچ جایی هم نیستیم. پزشکیان گفت معنای این حرفی نیست که ممکن نیست بعضی ایرانی ها نباشن که در بعضی جاها بعضی کارها میکنن، احتمال دارد، همونطور که احتمال دارد در کشور خودمان برخی بلند شوند و کارهایی بکنن، ولی اینکه بگوییم ما داریم این کارها رو میکنیم این ما نیستیم. بالاخره یک سری آدم ها هستن که چارچوب رو نمیپذیرن و مستقل یک سری کارها رو انجام میدن، این رو نباید به حساب ما بگذاریم. پزشکیان گفت ما چیزی رو که میگوییم صادقانه میگوییم، من زیاد سیاست و دروغ گفتن بلد نیستم، برای همین دلم میخواد که با آدم ها صادقانه صحبت بکنم و راستش رو بگویم، نه اینکه بعد ببینم که سر ما هم کلا گذاشتن و ما سر هیچ کس کلا نمیذاریم. بریم قسمت هایی از این وایس لو رفته رو با هم دیگه بشنویم. بیایید کمک کنید جامعه درست بشه که درش امنیت به وجود بیاد. بیایید کاری بکنید، تعامل کنید، نجنگید. تو اوکراین هم این همینه، چیزی رو که با گفتگو میتونیم حل کنیم با موشک و اسلحه حل نکنیم. ما آماده ایم تمام سلاح هامون رو بذاریم کنار، به شرطی که اسرائیل هم بذاره کنار، سازمان بین المللی بیاد تو منطقه امنیت رو تامین کنه. ما از اون هم لازم نیست، ما خودمون امنیت خودمون رو بلدیم تامین کنیم، ولی هیچ کی در مقابل کسی دیگه نیاد تا دندان این طرف رو مسلح بکنم به این برای میگن تو حق داده یه موشک هم بسازید. ما در MPT در تمام
به اصطلاح مقررات راجع به هسته‌ای رفتیم، وارد شدیم، تعهد کردیم، اسرائیل بمب اتم هم درست کرده، هر کاری کرده، تو هیچ کدوم از این قوانین بین‌المللی هم وارد نشده، کسی هم کاری به کارش نداره. روز به روز اسرائیل داره بیشتر مردم در غزه میزنه و نابود میکنه. کدوم قانون بشری اجازه میده زن و بچه و پیر و بیمارستان و مسجد و مدرسه رو بمباران کنن؟ خب دنیا و این کشورهای متمدن اینها رو ببینه و صداش در نیاد؟ کجا به انسانها اجازه بدن اینجوری کورکورانه هر کی رو دلش میخواد با قدرت نمیدونم نظامی و بمبهایی که دارن و با پشتوانه کشورهایی که ادعای حقوق بشری میکنن انسانها رو بکشن؟ کجای حقوق بشره؟ برحال ما اگر از فلسطین دفاع میکنیم، از غزه دفاع میکنیم، از حق مظلوم دفاع میکنیم. ما به هیچ، ما خودمون بیشتر از همه میدونیم اگر جنگی در بگیره به نفع هیچ کی تو منطقه نیست، به نفع جهان هم نیست. شما برای یه حقوق بشری تو زندان ناراحتی، تو فلسطین که دارن اینا رو اینجوری کشت و کشتار میکنن، صدها و هزارها و ده ها هزار آدم رو قتل عام میکنن، چرا ناراحت نیستی؟ چرا فریاد نمیکشید؟ یا خبر ندارید چه اتفاقی داره در غزه میفته؟ راه آب و غذا رو بر مردم بدبخت و بیچاره بستن. این دردش بیشتره یکی یا دو تایی که مثلا حالا ما به خلاف میگم غیر قانونی مثلا برخورد با این آدم کردیم، ما اونو حل میکنیم و به دنبال اینیم که حل کنیم. ولی این همه آدم بیگناه با پیجرها تو خیابون آدم ها رو کورکورانه ترور کردن، کور کردن، دستشون رو قطع کردن و هیچ صدایی از این انسان ها و حقوق بشر از وجدان های بیدار بلند نشدن، به نظر من شرم‌آوره. البته این نتیجه زندانی کردن یه عده محروم در یه منطقه است. غزه یه زندان بزرگه. اون موقعی هم که در حقیقت اونجا زندانی زندگی میکردن زندان بود. حق رفت آمد نداشتن، حق رشد نداشتن. بیشترین جمعیت رو در کیلومتر در غزه ما داریم. فقر، گرسنگی، بیکاری، عدم توسعه یافتگی. شما اگر انسان ها رو در یه چنین وضعیتی نگه دارید چه انتظاری دارید اونا چکار کنن؟ هیچ عکس العمل خودشون نشون ندن. اما همونطوری که گفتم عباس عراقچی وزیر امور خارجه بلافاصله بعد از پخش شدن این خبر کل صحبت‌های پزشکیان رو تکذیب کرد و گفتش که دکتر پزشکیان اصلا همچین صحبت‌هایی رو در اون جلسه انجام نداده. ولی در نقطه مقابل محمد جواد ظریف معاون دکتر پزشکیان صحبت‌های اون رو تایید کرد و گفتش که پزشکیان صحبت‌هایی که در این جلسه انجام داد مستدل‌ترین دفاع از مقاومت مردم فلسطین، لبنان و یمن بودش و نمی‌تونیم ایرادی به صحبت‌های پزشکیان بگیریم. نظر شما چیه دوستان؟ حتما نظرتون رو برامون تو بخش کامنت ها راجع به این صحبت ها و این فایل وایس لو رفته برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.